بسیاری. سلام برادر آرش عزیزم، خوبی؟ لبخندهای آسمانی عالی بود سینا. دیدین دیگه با همون لبخند آسمانی اومدین بالا. خیلی خیلی خوش آمدید، چقدر خوشحالم که میبینمتون. بذارید یک مشارکت در واقع دعوت بکنم بینندگانمون رو که منو یاری بکنن در خوش آمدگویی به شما با یک قلب و جیغ و دست و هورای گرم. هورا، خودم هم یاری میکنم. خدا رو شکر. مرسی عزیزم. من سلام میکنم سینا جان، از طرف خودم، از طرف کلیسای گریت فرایرز توی انگلستان شهر ریدینگ، به کلیسای شما، به خودت، به چهره گل و خندونت و همینطور به تک تک عزیزایی که اینجا دارن کلی کامنت میذارن و واقعا برای من افتخار هست و برکت هست که اینجا با شما باشم. عزیز هستین، خدا رو شکر. من با عذرخواهی از همه عزیزان برای اینکه سرعت لایومون نیاد پایین، موقتا کامنت ها رو میبندم. اگر بله، بسیار عالی. خب برادر آرش عزیز، خیلی ممنونیم که دعوت کلیسا آلفا اومگا رو پذیرفتیم، که واقعا بتونیم از حضور شما، از شنیدن شهادت های شما و خاطرات شما با عیسی خداوند در طول این زندگی که با او شروع کردید بشنویم و برکت بگیریم. خیلی عالی میشه اگر در واقع در ابتدا خودتون رو با معرفی بکنید. حالا اشاره کردین، ولی اینکه دقیقا از کجا هستین، چه خدمتی رو انجام میدین و عزیزان بدونن که دقیقا از چه کسی دارن این برکات رو دریافت میکنن. حتما عزیزم، حتما. من خب همونطور که همه میدونن اسمم آرش هست و من در خدمت شما هستم از کلیسای گری فرایرز شهر ریدینگ، و توی این کلیسا به همراهی خانومم نیلوفر هم خدمت میکنیم در پرستش و در قسمت خود داخل کلیسا، در قسمت صدا و تصویر و هم موسیقی، و در خارج از کلیسا جلوی کلیسا یک گلاس باکس بزرگ به عنوان ایتریوم هست که کافی شاپ و بوک شاپ کلیساست، که البته فقط مخصوص اعضای کلیسا نیست، در طول هفته هم باز هست و ما این افتخار رو داریم که در خدمت کلیسا باشیم. توی مدیریت کافی شاپ نیلوفر مدیریت میکنه و بوک شاپ من. در آشپزخانه و نامه‌نگاری های کلیسا در خدمت شما هستیم. هللویا، خدا شکر برای وجودتون. سلام خیلی خیلی گرم منو به خواهر خوبم نیلوفر عزیزم برسونید، که واقعا ایشون هم خیلی دوست داشتنی هستن. ایشون هم مثل شما همیشه این لبخند زیبا رو دارن، همیشه یک آرامش، یک متانت، و واقعا نور عیسی رو شما زوج مبارک همیشه تابان میکنین به این دنیا. خدا برکتتون بده. عزیز هستین. بعد آرش عزیز، همونطور که حالا حتما برنامه قبلی ما رو دیدید و آشنا هستید، واقعا ما یک اشتراکی داریم و اینکه هر دوی ما و خیلی از عزیزانی که این برنامه رو میبینن و حالا الان در این لایف حضور دارن، عضو یک خانواده هستیم، یک خانواده الهی و یک پدر آسمانی داریم، عیسایی که منجی ماست. زمانی که ما حتی در تولد نداشتیم، 2000 سال پیش، او چنان غیرت داشت برای ما که بر صلیب شد تا ما زنده بشیم، حیات داشته باشیم. و یک دوست فوق‌العاده عالی، صمیمی، یک یاور همیشگی، روح قدوس خدا که همیشه با ماست و هر روز با او تجربه هایی داریم، خاطراتی داریم، و میخوایم امروز در مورد اینها صحبت بکنیم. و میخواستم در واقع از شما بپرسم که این زندگی شما با مسیح چطور آغاز شد، از کجا آغاز شد، و همین بر ما لطفا توضیح بدید. ممنون میشم ازتون. خدای تو بشم. راستش زندگی من با عیسی خیلی وقت پیش شروع شد و کلام خدا میگه، عیسی میگه من شما رو انتخاب کردم و براتونم نقشه دارم.
نمیگه من آرش رو انتخاب کردم، نمیگه من سینا رو انتخاب کردم، میگه من تو رو انتخاب کردم. هر کسی که الان داره این لایو رو میبینه، و این انتخاب دست من و تو نیست، ولی جوابش دست ما هست. ما میتونیم به این جواب بله بگیم، وارد این زندگی پر از برکت، پر از تحول، پر از هیجان بشیم با عیسی، یا میتونیم به زندگی عادی خودمون نگاه کنیم و راهمون رو کش کنیم و بریم. داستان من با عیسی زمانی شروع شد که فهمیدم و قبول کردم که به جز خدا و به جز شناخت خدا هیچ راهی برای من نیست، چون همه راه ها رو انتخاب کرده بودم، همه راه ها رو رفته بودم. این که بهت میگم همه راه رفته بودم، به عنوان یه شخصی که کار موسیقی انجام میده و به صورت حرفه‌ای هم انجام میده، خیلی وقتا از موسیقیم خارج شدم که یه چیزای دیگر رو امتحان کنم، به خاطر شرایط، چه توی ایران چه خارج از ایران. و در زمینه موسیقی هم شاید به جرئت میتونم بگم، عزیزانی که میشناسن من رو اینجا هستن، میتونم بگم تو حرفه‌ای ترین استیج ها ساز زدم، ولی باز متوجه شدم عیسی اونجا هم نیست. باز متوجه شدم خدایی که میخوام درونم رو پر کنه اونجا نیست. سوالاتی که میخوام به من جواب بده از شخصیت، از هویت، از شناخت خودم به من یه جواب قانع کننده بده اونجا ها نبود. و این سوالا خیلی وقت با من هست سینا جان. من همیشه کتاب رو دوست داشتم و دنبال سوالام تو کتاب بودم، دنبال جوابام، و این همیشه گفتم و به همه اعلام میکنم، و همه زمانی که 12-13 سالم بود شروع کردم به کتاب خوندن. و خیلی جالبه، وقتی 13 سالم بود، فکر کنم 13-14 سالم بود، تو همون دور و برشت کمتر حتی راهنمایی بودم، مدرسه راهنمایی میرفتم، یک کتاب تو قفسه کتابخونه خالم پیدا کردم به اسم پیامبر، نوشته یه جبران خلیل جبران که خیلی آشنا هستن باهاش، یک شاعر و یک شخص، یک عارفه در واقع، و همینطور در اواخر سن، در اواخر زندگیش روی میاره به عیسی و خدمت و موعظه که خیلی هم دووم نمیاره. ولی خیلی جالب بود، این کتاب انقدر با قلب من صحبت کرد، از همون سن انقدر جالب بود، انقدر ادبیات قشنگی داشت و یک شناخت خیلی قشنگ از خدا به من داد، خدای محبت، که با طرز فکر مذهبی اسلامی که ما داشتیم جور در نمی اومد. و نه تنها اون، به عنوان نمونه هم به من کسی رو نداد، یعنی فقط توی نوشته قشنگ بود ولی من هیچ الگویی رو برای خودم نمیدیدم. هر جا میرفتم دنبال این کلمات قشنگ کردم و ببینم که چقدر این کلمه ها از لحاظ ادبی چقدر دلنشینه، مثل حافظ، مثل مولانا، همه شعرهای دیگه، مثل همه ادبیات‌های دیگه، ولی جواب سوالای منو نداد و فقط اتفاقا سوال منو بزرگتر کرد، کو این خدا. و خیلی جالبه، وقتی تحقیق کردم چند سال قبل بعد از ایمانم به مسیح، فهمیدم که ترجمه این کتاب توسط یک پابلیشینگی هست که خدمتش بشارت دادن، بشارت عیسی مسیح در کشور مسلمون زبان، مسلمون و فارسی زبان هست، و خیلی برام جالب بود. و سرتو درد نیارم، 10-15 سال بعد از این کتاب خوندن و سوال نگاه کردن و دنبال جواب گشتن، دعوت شدم به یک کافی شاپ برای ترجمه یک میتینگ، یه میتینگ خیلی عادی که اصلا نمیدونستیم کجا قراره بریم، توی مالزی، سال 2013، و دوستم زبانش خوب نبود، میتینگ هم انگلیسی بود، با شخص انگلیسی زبان بود، و من رفتم و کمکش کردم، و توی اون مشارکت، توی اون جلسه فقط راجع به انجیل صحبت کردن و خبر خوش نجات رو به ما دادن، یک انجیل کوچیک قرمز هم به من دادن از همون 1009، و من شروع کردم این کلام رو خوندم و بعد گفتم که اگه دوست دارید اینجا بمونید، اینجا کلیسا هست. کافی شاپ، کلیسا، جریان چیه؟ مگه میشه کلیسا همیشه برای ما یه ساختمون خوشگل این شکلیه؟
و دور از دسترس افراد با قیافه های این شکلی و نمیدونم یک سری مراحل دیگه. رفتیم شرکت کردم و دیدم با موسیقی خدا رو دارن میپرستن، با همون موسیقی که برای من خیلی جا دست نیافتنی بود، یا خیلی جا مخالفت هایی توش بود، یا خیلی جاها خودم رو توش گم کرده بودم، ولی با اون موسیقی دارن خدا رو میپرستن. و وارد موعظه شدیم و سینا هیچ وقت یادم نمیره، موعظه سر کوه بود و کتاب پیامبر راجع به موعظه سر کوه هست. و وقتی داشت واعظ صحبت ها رو میکرد، اون کلمه ها برا من داشت میخورد توی صورتم. یه جا هست جبران خلیل جبران میگه آرزو کنید که تحمل رنج بیش از حد مهربان بودن را تحمل کنید، همچین چیزی. حالا من دقیقا یادم نیست. خیلی دوست داشتم اون جورنالی که من توش می نوشتم شعرهای مورد علاقه، اما آخرین جورنال اون کتاب، حالا برات عکسش رو می فرستم اگه دوست داشتی استوری کن، هنوز با همه، با من هست، یعنی از ایران با من اومد دبی، از دبی با من برگشت ایران، از ایران با من اومد مالزی، از مالزی با من اومد انگلیس. هنوز اون جورنال رو دارم و آخرین شعرم توی اون جورنال سال فکر می کنم 80 نمیدونم 70 خورده هست، شاید راجع به این هست، راجع به کتاب پیامبر هست. و میگه و تو اون کتاب کاملا راجع به موعظه سر کوه صحبت میکنه و اون کلمه ها داشت با قلب من صحبت میکرد و انگار که جواب خیلی از سوالای منو به من داد، همون موعظه کوتاه. و من شروع کردم انجیل رو خوندن، شخصیت عیسی رو کنکاش کردن، دنبال شخصیت عیسی گشتن ببینم عیسی کیه، این عیسی کیه که میگن ازش، اون پیامبر مهربون، شخصیتی که روی صلیب میره حالا یا نمیره، بالاخره چی شد؟ توی تعلیمات ما نبود همچین چیزی. اینم یه سوالات دیگه. همینطور برای من شناخت شخصیت عیسی شاید اولین قدم من به مسیحیت و شناخت مسیحیت بود. و اگه بخوام تقسیمش کنم، اول میتونم راجع به شناخت عیسی باهات صحبت کنم که عیسی خودش رو به من چطور معرفی کرد، که الان فکر کنم یه گوشش رو گفتم، و بعد میتونم به زندگی خودم با عیسی برسم. چقدر عالی، چقدر عالی. پس اینطور که هم متوجه شدم، شما اینجا عیسی رو شناختید ولی هنوز قلبتون رو به عیسی ندادین و هنوز نه. زندگی شما با عیسی شروع نشده. نه تا اون موقع نه. من رفتم، ما ازدواج کردیم با نیلوفر و ازدواج کرده بودیم، این بعد از ازدواجم بود، یک ماه و نیم بعد از ازدواجم با نیلوفر بود. و بعد برگشتم خونه به نیلوفر، گفتم نیلو گفت میتینگتون چی شد؟ گفتم نیلوفر اینو به من دادن، انجیل رو بهش دادم. گفت چی؟ چی میگی؟ انجیل رفتید؟ کجا رفتی؟ چی شد؟ اصلا راجبش با من حرفم نزد، اصلا حرف نزدیم، چند روز راجبش حرف نزدیم. چون حالا باز من یکم از لحاظ فرهنگی و از لحاظ خونوادگی، حالا ببخشید فرنگی نه خونوادگی، ما خونواده مسلمون زاده ایم همگی، ولی مذهبی و خشک مذهب نیستیم. ولی خب دیگه مذهب یکی از فعالیت ها و قسمت مهمی از زندگی ما بوده. ولی نیلوفر نه، نیلوفر خب از خانواده، مخصوصا میدونم که خانواده مادر، سمت خانواده مادر خیلی بیشتر مذهبی و خیلی هم اعتقاد و خیلی هم ریشه‌ای میاد خانوادگی و زیاد موافقی نبود. ولی نیلوفر مذهبی نبود، نیلوفر هم مثل من سوالاتی داشت و یکی از جمله های بزرگی که همه ما خیلی باش آشنا هستیم این بودش که کاملا هم منطقی هستش که مذهب اسلام برای من چی داره که حالا مذهب مسیحیت برای من چیز داشته باشه. و این حرفش بود که خدا رو شکر جواب سوالش رو هم گرفت، من هم منتظرش شدم، با هم همقدم شدیم توی این مسیر، خوندیم کلام رو، کنکاش کردیم و من برگشتم به کتابهایی که خوندم. و چون زمانی که واقعا دیدم اسلام جواب سوالام نیست، اتفاقا رفتم کتابهایی خوندم که
راجع به اسلام بود و بیشتر متوجه شدم که این چیزی نیست که من میخوام. البته تو جسارت نمی کنم به اعتقادات هیچ کسی، همه اعتقاداتشون برای من محترمه، ولی جواب من نبود، واقعا جواب من نبود. من رفتم توی، بازم امیدوارم خالم اینجا باشه، دارم من اسمش رو میگم، رفتم توی کتابه، چون یه کتابخونه خیلی بزرگ داره، من رفتم توی کتابخونهش، کتاب راجع به اسلام میخواستم ببینم، دو قرن سکوت رو خوندم از عبدالحسین زرینکوب، دیدم راجع به اسلام چه چیزای عجیبی داره به من میگه، گفتم حالا یه شکل قشنگتر هم ممکنه داشته باشه، رفتم با کاروان حله رو خوندم، بازم از عبدالحسین زرینکوب که میاد راجع به شاعرای ایرانی میگه که چطور اسلام تاثیر میذاره روی شعرشون، ولی باز نمیتونه اونها رو از ریشهشون که ایرانی هست دور کنه، ولی اونم جواب سوالمو نداد. و ولی وقتی کلام خدا رو خوندم، الانم جلوم هست ولی دورمون موبایلم رو گذاشتم روش، وقتی کلام خدا رو خوندم تازه فهمیدم یعنی چی کلام خدا، یعنی چی، چون من با کلام خدا هممون آشنا هستیم فکر میکنیم، یعنی تو باورمون قرآن این بودش که کلام خداست و بازم محترم جای خودش، ولی من انجیل درکش و شناخت خدایی که میخوام باهاش رابطه داشته باشم، خدایی که حداقل میگم خدایا شکرت، یا خدایی که حداقل بهش میگم خدایا اینجا به دادم برس، یا خدایی که بهش میگم خدایا این یکی و دیگه من نیستم، یا خدایی که میگم خداوند دمت گرم، این رو به من انجیل بیشتر نشون داد و کاملا برا من باز کرد، با همه اون شناختایی که داشتم برا من باز شد. و یادم میاد 6 ماه 7 ماه داشتیم کلام رو میخوندیم، انجیل رو میخوندیم، شخصیت عیسی رو آشنا شدیم باهاش و متوجه شدیم که عیسی برای چی رفت رو صلیب، متوجه شدم که عیسی برای چی مرد، متوجه شدم که عیسی روی صلیب میمیره، فهمیدم که عیسی روی صلیب میمیره و 3 روز توی قبر میره و 1 شنبه قیام میکنه و فهمیدم برای چی قیام کرد، فهمیدم قیام عیسی به چه درد من میخوره امروز، فهمیدم که من هم در افکار و تفکراتم، در تحقیقات و منم‌های خودم مرده بودم، ولی با عیسی قیام کرده در زندگی جدید قیام کردم. و اینا همش برای من یک دوره‌ای بود که مثل دوربین میگذشت، مثل تصویر میگذشت از جلوی من. یادم میاد یه روز روی مبل خونمون نشسته بودم، دریچه اتاق بسته بود، به عنوان کسی که تازه ایماندار شده بودم، و خلاصه ما توی یک جلسه یهو نیلوفر به من گفت آرش من آمادم، و ما از اون روز اصلا یک روز عجیبی بود برای ما، یهو به من گفت آرش من آمادم که قلبم رو بدم به عیسی، ولی میخوام بیشتر بشناسمش. گفتم بیا این کار رو انجام بدیم برای یک بار که شده، اون چیزی که توی فکرمون هست رو کنار بذاریم و اینجور که اینا میگن به صدای خدا گوش بدیم و نمیدونیم چیه و شاید خدا داره از طریق کلامش با ما حرف میزنه، شاید داره میگه که من تو رو انتخاب کردم که بری برای پدر ثمره بیاری، بیا یک بار به خودمون بگیم، تصمیم بگیریم برای خودمون، این تصمیم رو بگیریم که خودمون رو فرزند خدا صدا کنیم، بیا یک بارم که شده دیگه نگیم ما متعلق به هیچی نیستیم تو این دنیا، بیا حداقل امروز بگیم که من متعلق به خداوندم و من فرزند خدا هستم، بیا این رو امروز اعلام کنیم، به زبونمون اعلام کنیم، و ما اعلام کردیم و به ما گفتن به خانواده الهی خوش اومدیم، امروز برای شما در آسمان جشنه، امروز خداوند برای تو داره شادی میکنه. انقدر برای من جالب بود، خداوند، خدا برای من، اون خدایی که انقدر برای من دست نیافتنی بود کجا بود، برای من داره شادی میکنه اگه میشه. و بعد شروع کردم، البته ببین سینا من خیلی حرف دارم میزنم، اگه جایی باید منو کات کنی به من بگو. نه نه خواهش من، خب ما سوالاتی هم داریم که میخوایم درمش صحبت بکنیم، ولی خب واقعا شهادت شما شنیدنیه، من نمیخوام از این برکتار برم سانسور بکنیم. یک جا بود که رسیدم نشسته بودم، اول ایمانم بود و هنوز اونچنان مطمئنم همه ما این فیلینگ رو داریم که چطور خدا با من صحبت میکنه،
چطور خدا ممکنه جواب سوالای منو بده، چطور من میتونم حضور خدا رو دارم میخونم که عیسی میگه هم اکنون با شما خواهم بود، هر جا که تو باشی دعا کنی خداوند، حضور خداوند با تو خواهد بود. آمین، آمین. و دارم میخونم که خیمه ملاقاتی که موسی میرفت اون خیمه و نمیدونم ابراهیم با خدا یک ملاقات عجیب و غریب داره، میرسم به تفکرات قبلی خودم میرسم، محمد یک جوری بهش وحی میشه که زیاد جلوه قشنگی نداره، وجهه قشنگی نداره. این حضور آرامش بخش یا جنتلمن خدا چیه؟ و میخوام اینو بیشتر درک کنم. رسیدم به رومیان و وقتی داشتم رساله رومیان رو میخوندم، باب دو میگه برای آنان که در عیسی مسیح هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست. آمین، آمین. و این جمله خیلی برام سنگین بود. برام انقدر سنگین بود که یه سری خاطره ها و یک سری محکومیت هایی که خودم توی زندگی خودم، شاید عاملش نبودم، شاید باعث اون محکومیت ها نبودم، ولی محکومیت رو دوش من بود و من با خودم کشیده بودم. یکی از بزرگترین محکومیت هایی که روی زندگی من بود فوت پدرم بود. سال 2006، سال 82 پدر من فوت کرد و توی یک شرایط اسفناک فوت کرد. اسفناک که بهت میگم از لحاظ روحی، از لحاظ شخصیتی، از لحاظ فکری، از لحاظ روانی، از هر جهتی که بگی شخصیت یک نوجوان شکل قرار بگیره، فوت پدر من همه اینها رو شکست و انقدر برای من و برادرم سنگین بود و مطمئنم مادرم اینجاست، برای مادرم سنگین بود که ما سالها گم شده بودیم. البته خانواده مادرم حسابی ما رو حمایت کردن و همینطور از خانواده پدر یکم هدایت حمایت شدیم، ولی هیچ وقت جای خالی پدر من پر نشد و مطمئنن امیدوارم که این تجربه هیچ وقت هیچ کس نکنه، ولی خب میدونیم که این اتفاق میفته بالاخره. ولی برای من خیلی سخت بود و زمانی که پدرم فوت کرد، همه رویاها و آرزوها و افکار مثبتی که داشتم در هم شکست، نابود شد. و من خودم رو توی فوت پدرم مقصر میدونستم و این تقصیر رو سالها با دوش خودم داشتم و هیچ وقت خودم رو نبخشیدم و محکوم میکردم خودم رو. و این محکومیت به جای رسید که خیلی جاها میخواستم فقط فرار کنم ازش و برای فرار کردن به هر دری میزدم. اگه از من بپرسی که چی تو رو نگه داشت تو اون روزها، میتونم بگم امیدم بود، امیدی بود که داشتم و فقط امیدی بود که توی برادرم و مادرم داشتم. یعنی مثل برادرم کوروش هست، کوروش و مادرم مهناز واقعا برای زندگی من امیدم بودن و امیدم هستن و فقط اون بود که داشت منو میبرد جلو. و خلاصه رفتیم جلو و دیدم حالا میگه برای اونان که در مسیح هستن هیچ محکومیتی نیست. و باورت نمیشه اون روز من توی جایی نشسته بودم که همه پرده های خونه من، دقیقا یادمه که یه پنجره کوچیک داشتیم اینور که بسته بود و خونه تاریک بود، ولی همه این تلخی این بار مثل فیلم از جلو من گذشت، مثل فیلم از جلو من میگذشت، همینطور رد میشد و انگار خدا داشت به من یادآوری میکرد که ببین تو کجا بودی، الان فرزند من شدی و این رو قبول کن. من میخوام جاهای همه اون جاهای خالی رو که هیچ چیز نتونست برات پر کنه رو پر کنم. آمین، آمین. و اون حضور رو تجربه کردم، متوجه شدم که یعنی چی خدایی که میاد در کنار تو، همراه تو میشه با همه اون بارهایی که داری
و به تو میگه تو مال منی، تو رو در آغوش میگیره. من اون آغوش رو خیلی وقت بود تجربه نکرده بودم، خیلی وقت بود اون گرمای وجود یک پشتیبان رو تجربه نکرده بودم و عیسی اومد برای من همه چیز شد. خدا رو شکر، خدا رو شکر. چقدر عالی واقعا. حقیقتا امروز یک بار دیگه این شهادت بی نظیر شما، این حضور زنده خداوند رو در زندگی تک تک ما فکر کنم که شنیدیم دوباره یادآوری کرد. واقعا خدا زنده است، با ماست، با ما زندگی میکنه و حضور داره و میخواد که واقعا در زندگی ما کار بکنه. شکر واقعا، خدا رو شکر. بله آرش عزیز، خیلی کنجکاوم که بدونم این زندگی که در واقع با مسیح آغاز شد، این در واقع این عبارت، این جمله رو شما چطور با توجه به این تجربیاتی که با خداوند داشتین تکمیل میکنین که زندگی من با مسیح، زندگی آرش شکوهی با مسیح، چطور این جمله تکمیل میشه؟ گره خورده. آمین آمین آمین. چقدر زیبا، چقدر زیبا. نمیتونم بگم چجوری تمومش کنم. گره خورده، معنی پیدا میکنه. یه بار مادرم از من پرسید آرش چرا هرچی ازت میپرسم راجع به عیساست؟ گفتم چیز دیگه ای ندارم، کار دیگه ای نمیتونم انجام بدم، چیز دیگه از دستم بر نمیاد، فکر دیگه به ذهنم نمیرسه به روز این که فقط راجع به عیسی حرف بزنم، چون اون برای من کاری کرد که هیچ وقت فکرشم نمی کردم ممکنه خداوند برای من این کار رو انجام بده، ولی اون اومد انجام داد و خداوند زندگی من شد. خدا رو شکر واقعا، خدا رو شکر. خیلی واقعا این شهادت مبارک بود، برای من پر از برکت بود، شنیدنی بود و عالی عالی. خیلی خوشحالم که امروز شما مهمان ما بودیم و ما تونستیم این رو از شما بشنویم. ولی سوالاتی هم هست که من میخواستم از شما بپرسم. با توجه به اینکه شما خدمت موعظه هم انجام میدیم، من میخواستم اولین سوال رو در واقع در این خصوص از شما بپرسم. فقط میخوام از همه عزیزان که میشنون این سوال رو خواهش بکنم که یک مقدار صبور باشن تا من تا انتها یک توضیحی رو هم بدم و خدای نکرد سوء تفاهمی پیش نیاد. این سوال من در واقع سوالی هستش که یکی از شاعران خیلی معروف و گرانقدر ایرانی به نوعی داره از شما میپرسه. شعری که شاید خیلی از ماها شنیدیم، یکی از غزلیات حافظ، من دو بیت اولش رو میخونم که میگه واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. من میدونم که در مسیحیت، در بدن عیسی، در کلیسا هر کسی نمیتونه موعظه بکنه، بلکه واعظان رو هم خداوند انتخاب میکنه و اوست که از طریق واعظان صحبت میکنه، حرف میزنه. و من این تجربه رو دارم، حداقل در کلیسای خودم و کلیسای محلی خودم شبانه میخوام و خیلی واقعا تمام موعظاتی که از واعظان مسیح شده خداوند شنیدم، دیدم که خودشون اونها رو تجربه کردن، از مسیرهای عبور کردن و موعظات اونها ثمره تجربیات و مکاشفات روح خداست که با مردم در میون میذارن. ولی خیلی پیش میاد شما قسمتی از موعظه‌ای رو میبینی، یک نفر میاد توی ذهنت، خیلی برات عزیزه، خیلی برات با ارزش احساس میکنی، این قسمت از کلام برای اون هم هست، براش میفرستی و حالا اون شخص ممکنه ایماندار نباشه یا اینکه اون زمینه فکری که ما در ایران متاسفانه داشتیم که خیلی ها میرفتن به قول معروف بالای منبر موعظه میکردن ولی خودشون اصلا هیچ باوری به صحبت‌های خودشون نداشتن. پس شما با همه قلبت یک تیکه از موعظه رو میفرستی برای شخصی و میگه بابا ول کن، اینا این شعر رو برای شما میخونه. یک مقدار تأسف‌واره به خاطر اینکه این میخوای بگی اون کلام از خداست، خداوند برای تو فرستاده، این کلامی از آسمانه. این رو شما چطوری میشه این باور رو اصلاح کرد که در مسیح، درست اگر در دنیا، در هر دین، در هر مذهب، در هر مکتبی
این اتفاق میفته، ولی در کلیسای خداوند این اتفاق نمیفته و هیچ واعظی در واعظان خود توبه بیشتر میکنند به نوعی. این رو شما به عنوان کسی که این خدمت رو انجام میدین چه پاسخی دارید برای این سوال حافظ؟ چقدر سوال جالبی. اول که بگم واقعا من یک شاگردم و این شاگردی تمومی نداره. ما تا زمانی که هر روز به خودمون و زندگیمون اعلام کنیم که ما شاگردیم و این شاگردی تمومی نداره، گوشمون بازه، قلبمون بازه. هیچ وقت، بعضی وقتا میشنوم بهم میگن که حالا ما کوتاه بریم حالا به این برسیم. من فکر کنم اینی که الان گفتم خیلی، حالا نمیخوام بگم کلیشه‌ای تر، ولی خیلی نرمال تر هست تا اون چیزی که گفتی، ولی به هم ربط داره. میدونی؟ بله درسته، خیلی وقتا پیش میاد اینجوریه و ما این رو دیدیم. به خاطر اینکه بازم گفتم، من توی صحبتام گفتم، ما الگویی نداشتیم که بهش نگاه کنیم و الان هم که یه الگو داریم و میخوایم به بقیه بگیم اینا، این الگویی که دنبالش بودی اینجاست، عیسی الگوی من هست، چون کسی بود که کلامیو که میگه زندگی میکنه. اول انجیل لوقا نوشته که برای شما مینویسم کسی که خودش کلامیو که گفت زندگی کرد. آمین. و این برای ما جواب همه سوالامون هست، چون خود من هم برام خیلی سخته به خاطر اینکه من یک انسانم و همه واعظا یک انسان هستن و هیچ کدوم از ما توی خیلی جاها شبیه عیسی نیستیم. نمیخوام بگم اصلا نیستیم، چرا؟ هستیم یه جاهایی، هر کس به نوبه خودش، در توانایی و خدمتی که داره، در استعدادی که داره، در قلبی که داره، شاید 100% داره مسیحی‌گونه رفتار میکنه و مسیحی‌گونه فکر میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الگوی ایمانی ما خودش با ما هست و خودش رو به ما میشناسونه. من اگه بخوام به کسی بگم راجع به این موضوع، بهش میگم خوبه که هر از گاهی گوش کنی، خوبه که فقط گوش کنی و ما همش حرف میزنیم، ولی اگه یکی به من بگه که آره بابا این چیه برام میفرستی و اون که این کارو میکنه، بله من میگم کاملا درسته و این طبیعیه، همه ما اشتباه میکنیم، همه ما یک انسان ضعیف بیشتر نیستیم و تفکر ما انسانیه، امروز یه حرف میزنیم فردا عوضش میکنیم، امروز یکی رو دوست داریم فردا ازش متنفر میشیم متاسفانه، و این خصلت انسان هست، نمیشه نادیدش گرفت. این نشون میده که چقدر ضعیفیم، ولی یک الگوی ایمانی داریم. شاید اگر یک چیز در همه ما یکی هست، عیسی مسیح هست که یکی هست و الگوی ایمان و رفتار زندگی ما هست. حداقل اینی که ما داریم از یک الگوی ایمانی پیروی میکنیم. من که گفتم شاگردم، من شاگرد عیسی مسیح هستم، تو شاگرد عیسی مسیح هستی و این شاگردی هیچ وقت تمومی نداره. آمین. زمانی هم خوبه، همیشه من و نیلوفر از خودمون این سوالو میپرسیم، آیا چیزی رو که میگم رفتار میکنم؟ آیا در شاگردسازی سفر که انجام میدم، حرفی رو که میزنم آیا خودم انجام میدم؟ عالی، شکر، خدا رو شکر واقعا. ولی البته که این رو هم نباید نادیده بگیریم که واقعا کلام خدا هم هشدار میده که معلمان دروغین هم هستن، ولی واقعا اینه که کسانی که تایید شدن مثل خداوند رو دارن، واقعا مثل خیلی از مذاهب و مکاتب اینطور نیستش که افراد تصمیم بگیرن که موعظه بکنن، بلکه خداوند خودش هستش که این عطیه رو میده و انتخاب میکنه و اوست که از دهان این واعظ این صحبت میکنه. خدا رو شکر، ممنون. من خیلی دلم خواست که این در واقع به نوع این باور در خصوص واعظین مسیحی اصلاح بشه که افراد با یک گوش تازه‌ای، با یک قلب تازه‌ای به گوش بکنن به کلام هایی که خداوند به واعظین مسیحی میده. برادر آرش عزیزم، آیا شما اهل فیلم هستید؟ خیلی.
حتی اگر نبودین هم یک فیلمی رو میخوام به یادتون بیارم که قطعا دیدین، فکر میکنم هر ایرانی دیده باشه، فیلمی به نام مارمولک رو فکر میکنم به خاطر دیده باشه. و یک دیالوگ، یک جمله خیلی معروف در این فیلم وجود داره که این رضا مارمولک عزیز میره روی منبر رو موعظه میکنه و چیزی گفت که به تعداد انسان‌هایی که در واقع روی زمین هستن خدا آفریده راه برای رسیدن به خدا وجود داره و این چقدر به دلها و قلبها و جانها نشست. خود من همینطور. و وقتی که حقیقت رو فهمیدم، کلام خدا رو خوندم، دیدم فقط یک راه برای رسیدن به خدا وجود داره و اون عیساست. و ولی متاسفانه هر بار که صحبت میکنیم با افراد، بیشتر از کتاب خدا رو بهش استناد، کلام خدا رو استناد بکنم، به این جمله از فیلم استناد میکنم. میخواستم در واقع از شما بپرسم که در مورد این دیالوگ شما و کلام خدا چه چیزی میگه؟ چقدر سوالای خوبی میکنی. آمین. راستش چیزی که همه ما میدونیم اینه که هر کس میتونه برای خودش از هر چیزی خدایی بسازه. خب و محدود کنه خدا رو، خیلی دست نیافتنی کنه خدا رو، و هر چیزی براش میتونه یه خدا باشه. یه بار یادم نمیاد کی بود گفتش، به یکی گفتم با در مسیحیت شما با ایمان فرزند خدا میشید، با ایمان دریافت میکنی، با ایمان اعلام میکنی و همه کار ما با ایمان هست. و گفتش که غیر مستقیم بهم گفت، چون اگه به خودم میگفت من جوابشو داشتم و الان میخوام جواب بدم، به من گفته شما میتونی از یه سنگم به یه سنگم ایمان داشته باشی. اوکی؟ و فکر کنم ربط داشته باشه به سوالی که کردی. دقیقاً. به نظر من افراد و عقایدشون خیلی محترم هست و باز هم من میگم قصد اصلا جسارت و توهین ندارم به هیچ افکار و طرز فکری، اما یه کتاب میخوندم و توی اون کتاب خیلی جالب نوشته بود که پایه ایمان شناخت هست و چیزی که ایمان رو رشد میده تجربه هست. خب تجربه چی؟ و شناخت چی؟ ما بعضی وقتا اون ایمان رو گرفتیم و وسط وایستادیم، نه شناخت رو میریم بهش میرسیم نه تجربه رو. مثلا به یه سنگ میشه ایمان داشت، اوکی؟ به یک انرژی میشه ایمان داشت، به کهکشان و کائنات میشه ایمان داشت. خیلی هم قشنگه، همه چی زیباست چون خدا زیباست. آمین. ولی شناخت ما کجاست؟ شناخت من از این خدا کجاست؟ و همینطور من با این شناخت میتونم چه تجربه‌ای داشته باشم توی زندگی. من از عیسی یک شناخت دا پیدا کردم. کجا؟ در کلام خدا. و این شناخت به من ایمانم رو شناسوند، به من گفت که به چی ایمان داری و این چیه که تو بهش ایمان داری، و همینطور در کنار این ایمان به من تجربه ای میده در زندگی، تجربه ای از یک حضور، تجربه ای از تجربه کردن زندگی عیسی. وقتی به من میگه کسی رو قضاوت نکن، چوب تو چشم خودت رو در بیار، بعد به خاله تو چشم برادرت نگاه کن، اگه میخوای این کار رو انجام بدی اول اون کار رو بکن، اگه میخوای اینجوری باشی اون کار رو بکن، اگه میخوای پرستش کنی اول برو از اون تاریکی و تیرگی که در قلبت هست رو به برادرت بگو و ببخش. خب من میبینم خود عیسی تا روی صلیب وقتی که نفس نداشت بکشه، وقتی همه ریه‌هاش پر از خون میشه، هنوز نمیتونه آه بکشه، ولی انقدر با اون جسم ضعیف سرش رو بلند میکنه و به گناهکار میگه تو همکنون در فردوس در آسمان با من خواهی بود. و از آخرین نفسهای عمرش استفاده میکنه که کسی رو ببخشه. وقتی یه کسی همچین مظهر ایمانی من دارم، همچین الگوی ایمانی دارم،
این به من یک شناخت از خدا میده. پس من اول من نمیتونم اون وسط ایمان بمونم. بله، راه‌های رسیدن به خدا قشنگه، تو جمله میگن زیاده، ولی اون خدات کیه؟ اون خدات آفرین. و این چه تجربه‌ای داری از این حضور خدا؟ اگه من امروز از لحاظ فکری، جسمی، روحی، روانی خسته باشم، 2 دقیقه میشینم مدیتیشن میکنم، خیلی خوبه، حالم خوب میشه، ولی تجربه فردای من از اون مدیتیشن چیه؟ اگه امروز خیلی راحت بهتون میگم، اگه امروز از خودمون برای زندگیمون و توی تفکراتمون و حتی تو مطالعاتمون برای خودمون خدایی میسازیم، اول به شناخت از اون خدا برسیم و بعد دنبال تجربه باشیم از اون حضور و از اون شناخت در طول زندگیمون. آمین آمین. ممنونم ممنونم بر این پاسخ عالی برادر عزیز. و آخرین سوالم رو میپرسم که این هم باز این سوال از دل تجربیات خود من در 30 سالی که در ایران زندگی کردم در واقع بیرون اومد. عبارتی که 30 سال من در ایران هر روز میشنیدم، میخوندم، میگفتم، مینوشتم، ولی هیچ شناختی ازش نداشتم، انگار شبیه یک کلیشه بود، و این به نام خداوند بخشنده مهربان که این رو در طول این 30 سال حداقل روزی 30 بار و حداقل به 3 زبان زنده دنیا من میشنیدم. فارسیش رو که گفتم، عربیش هم که از فارسیش معروف تره، انگلیسیش هم که In the name of God, the compassionate and the merciful. ولی فقط انگار کاربردش رو بلد بودم، انگار فقط میدونستم کجا به کار ببرمش. ولی بخشنده، کدوم بخشنده؟ مهربان؟ من که هر روز دارم در مشکل و گناه، اصلا چرا منو به این دنیا آورده که بخوام انقدر زجر بکشم و بعدش بمیرم برم به جهنم؟ کدوم مهربانی؟ کدوم بخشش؟ ولی تو این 3 سالی که در واقع با عیسی آشنا شدم و زندگی میکنم، ساعت‌ها میتونم در مورد این بخشش و محبت صحبت بکنم. میخوام از شما بپرسم که این عبارت برای شما قبلا چطور بوده و امروز چطور هستش؟ این بخشش رو از دهان شما بشنوم. این محبت، خدای محبت رو شما چطور تعریف میکنی؟ خب طرز فکر و برداشت ما بازم برمیگرده، به نظرم بازم برمیگرده به اون شناخت. و من در زندگیم با عیسی خب بیشتر برام باز شد و داره هر روزم بازتر میشه اون محبت خدای پدر، فیض عظیم عیسی، مشارکت و رفاقت روح القدس. این هر روز داره برای من بیشتر باز میشه. ولی باز وقتی نگاه میکنم میبینم ما با یک سری تعالیم و یه سری چیزای فعالیت‌های بزرگ شدیم، فعالیت‌های مذهبی بزرگ شدیم و انجام می‌دادم. خودم من نماز می‌خوندم وقتی بچه بودم و این که میگم خدا رو شکر یا این که میگم خدایا کمکم کن با من بود و همه اینا درسته و به نام خداوند روی نامه‌ها می‌نوشتم. خیلی برام خدا اسم محترمی بود و هست و آدم بی خدایی نبودم. نمیخوام بگم بی خدا بودم، خدا رو دوست داشتم و مسلمون نبودم، اسلام رو قبول نداشتم. البته میگم توهین نمی کنم به هیچ کس و اعتقادات هیچ کس، من این شکلی بودم و این همینطور که بیشتر در شناخت عیسی رشد کردم، شخصیت خودم رو به من بیشتر شناسوند. ببینید ما همیشه این چالش رو داریم که من کیم، از کجا اومدم، به کجا میرم، آخرش چی میشه. و این علامت سوالا برای من خیلی بزرگ بود، برای تک تک ما بزرگه، هر کس به نحوی بر اساس تجربهش، بر اساس زندگی و موقعیتی که توش قرار میگیره. ولی باز هم مثلا زمانی که پدرم فوت شد، بازم برای من این
خداوند خدای کجایی؟ این خداوند بخشنده مهربان، این خداوند مهربون، این خدایی که منو میبینه، ممکنه اصلا منو اصلا به حساب میاره. برای من اون خدا دست نیافتنی بود و خیلی جا صدای منو نمیشنید. میدونستم که الان نمیشنوه، شاید اصلا توجه به من نمیکنه. من فقط میگم، فقط شاید یه جایی دعا میکنم که انجام داده باشم. یه موقعی اصلا من اذان میگفتم، من تو محلمون میکروفون رو از این میکروفون اینجوری ها بود یادمه، چون از خونه ما از مسجد دور بود، من اذان میگفتم و همه هم تشویقم میکردن، او چه پسر خوبی، تشویق مثلا اینجوری، آفرین، آرش دیروز اذان نگفتی فلان، دیروز اذان دوستامون رو دعوت میکردیم، هر روز یکی اذان میگفت. و اینجا رو داشته باشید و خداوند برای من، اگه از من بپرسی که این جمله برای چی بود و الان چیه و شخصیت تو قبل از ایمان چی بود الان چیه و خدا کی بود و الان کیه، برای من آرش امیدوار هیچ وقت عوض نشد. من امید داشتم به زندگی، من یک پسر مثبت اندیش امیدوار بودم که توی سخت‌ترین شرایط زندگی که میتونستم تصور کنم، که اصلا نمیتونستم تصور کنم و شاید الان وقتش نیست بخوام بگم، خیلی ها شاید براشون خیلی غیر قابل تصور باشه و هضم نشده باشه، من تو موقعیت ها هم امیدوار بودم و اون امید من در خداوندم عیسی مسیح معنی پیدا کرد. امید من قبل از عیسی فردام بود و یک کار دیگه بود و یک زندگی بهتر و فعالیت ها و توانایی های خودم بود. امید الان هم عیسی مسیح هست که میدونم امروز توی این شرایط، توی این سختی ها، توی این چالش ها، توی بالای زندگیم، توی پایین زندگیم، با من، در کنار من، با تو، در کنار تو و هم قدم با تو هست و من و تو رو همون جور که هستیم میپذیره و همونقدر که برای من مهربونه برای تو مهربونه، همونقدر که برای من بخشنده است برای تو بخشنده است، فارغ از این که لول گناهان و شخصیت رو، تحصیلات رو، فرهنگ و اینا در کجا باشه، همه اینها در چشم خداوند یکیه. من و شما فرزند خدا هستیم. آمین. آمین. و این برای من بیشتر باز شد که این شناخت، این خداوند و این آرش امیدوار داره به کجا میره. عیسی اومد دست من رو گرفت، گفت این منم، چیزی که دنبالش بودی. آمین. آمین. هیچی عوض نشده، آرش هنوز همون آرش امیدواره. من آدم مذهبی نیستم، اما میخوام از همین تریبون اعلام کنم که هر چقدر که اون زمان برای اذان گفتن صدام بلند بود، امروز خیلی بیشتر برای عیسی مسیح صدام بلند بود. آمین. آمین. به خاطر اینکه من گم شده بودم و خدا رو میپرستیدم تو اون بلندگو، امروز که پیدا شدم و فرزند خدا هستم، چقدر باید بلندتر باشم. آمین. آمین. این یکی از مکاشفاتی بود که من از مکاشفات، حالا یه کلمه چیزه، یکی از یه چیزی بود که برای من باز شد که این خداوند بخشنده مهربان که من رو میپرستم کی. شکر شکر شکر، بی نظیر، عالی، ممنونم. وقتی که داشتین صحبت میکردید، مرقس باب 2 آیات 16 و 17 به یادم اومد که میگه چون علمای دین که فریسی بودند، عیسی را دیدند که با گناهکاران و خراجگیران هم سفره است، به شاگردان او گفتند چرا با خراجگیران و گناهکاران غذا میخورد. عیسی با شنیدن این سخن به آنها گفت بیمارانند که طبیب نیاز دارند، نه تندرستان. من نیامدم تا پارسایان بلکه گناهکاران را دعوت کنم. و واقعا چقدر عالی که امروز اگر ما گناهکار هستیم، اگر همه ما گناه کردیم، دروغ گفتیم، غیبت کردیم، خیلی چیزها، خیلی خیلی کارا که نباید میکردیم و خودمون میدونیم که گناه کردیم، خشم بوده، خشونت بوده، دعوا کردیم، نمیدونم خیلی چیزها، و شاید هر خدایی رو که داریم میپرستیم میدونیم به خاطر گناهان ما به ما پشت کرده، شاید
شریعت اون خدایی رو که داریم میپرستیم رو به جا نمیاریم و این محکومیت بر ماست که نماز نمیخونم، نماز قضا دارم، روزه قضا دارم یا هر چیزی که در مراسم هایی که در مذاهب دیگه و مکاتب دیگه ممکنه باشه که من نمیشناسم باشون آشنایی ندارم. ولی اگر همه اون خدا به تو پشت کردن، امروز این خدا اتفاقا به تو رو کرده، به تو که حتی اگه گناهکاری به تو رو کرده. و چقدر قشنگ کلام خدا میگه، هان بر در ایستاده میکوبم، کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بکشاید، به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من. و این خدا نه تنها به گناهانتون نگاه نمیکنه، بلکه میخواد با تو هم سفره بشه. این خدای بخشنده و مهربانیه که من امروز میشناسم. شکر، واقعا شکر. تو قلبم هستش که کوتاه دعا بکنیم بعد اوش عزیز. اگر لطف بکنید شما یک دعا بکنید بر ما، برای کسانی که این کلام رو شنیدن و این شهادت. حتما دعا میکنیم و ایمان دارم که امروز اتفاقی نبوده که من و شما اینجا داریم با هم صحبت میکنیم و امروز اتفاقی نیست که عزیزان اینجا هستن. من میبینم بین 30 تا 32 نفر اینجا هستن و وقتی اسم دعا میشه، بازم دوست دارم اینو بگم که دلمون رو، گوشمون رو باز کنیم و عیسی رو، اون اگر که عیسی رو نمیشناسی، اگر میخوای به خدا امروز نزدیکتر بشی، طرف صحبتم نمیدونم کیه، ولی اگر که گم شده ای داری، اول قبول کن که یه جایی خودت گم شده هستی و لاست هستی و اون جایی که نیاز داری که کسی بیاد دست بذاره روشونت، عیسی مسیح هست، زنده است و امروز تو را میبینه. خداوند عیسی، تو را میپرستیم ای خداوند، به خاطر اینکه تو عالی هستی، تو امروز در کنار ما هستی. تو رو شکرت میکنم ای خداوند برای همه نیکویات. تو نیکویی بهر ما هر روزه، همینطور که به ایام کریسمس نزدیک میشیم و تولد تو رو میخوایم جشن بگیریم. خداوند باشه که اگه توی ایران هستیم، توی انگلیس هستیم، هر جای دنیا که هستیم، این دوران، این روزها چیزی بیشتر از جشن برای ما باز بشه، برای ما شخصیت تو باز بشه عیسی جان، برای ما باز بشه که تو حقیقتاً برای ما کی هستی و برای ما چه کردی. و امروز دعا میکنم اگر کسی اینجا هست، در این لایو هست و میخواد بیشتر صدای خدا رو بشنوه و حضور خدا رو تجربه کنه و وارد این رفاقت با نام عیسی بشه، با زندگی تو بشه، عیسی جان خودت در همون جایی که نشسته خداوندا راهی باز کن، در همون وضعیتی که هست ملاقات کن و خودت رو بشناسون به این عزیزان دل، در نام عیسی. آمین. آمین، آمین، آمین. خدا رو شکر، خدا رو شکر بر این زمانهای مبارک که خداوند مهیا کرد از پیش تا ما بتونیم امروز از اونها استفاده بکنیم و اینطور جلال بیابه و پر بشیم، برکت بگیریم. مرسی. بله آرش عزیز، من فکر میکنم که شما تصمیم دارید که ما رو با یک پرستش، با یک موسیقی پرستشی هم که فکر میکنم آماده کردیم، ما رو برکت بدیم، درسته؟ از لحاظ زمانی فکر نمیکنید دیر شدی؟ ما خیلی تقریبا نیم ساعت از زمانمون گذشت، ولی باور دارم که هوا خداوند اینجا داشت کار میکرد و دیگه نمیخوام جلوش رو بگیریم. عزیزان هستن همراه ما و ادامه میدیم دیگه، خداوند اینطور هدایت کنه. فکر اتفاقا الان من توی کلیسامون هستم و توی پریر روم، توی اتاق دعای کلیسا هستم و هنوز نرفتیم خونه و اینجا پشت پیانو نشستم به خاطر اینکه استند برای دوربینم، موبایلم پیدا نکردم، اینجا گذاشتم. و باشه، یه سرود کوتاه تقدیم میکنم به شما و این اولین باریه که در به صورت زنده داره اجرا میشه، خودم نوشتم و خداوند در قلبم گذاشت این سرود رو. اسم سرود تصمیم هست، چون خیلی وقتا میشه ما یه سری تصمیمات میگیریم و این زمانی برای من خدا باز کرد این سرود رو و ملودی رو به من داد و کلام رو به من داد که نشسته بودم میگفتم که الان باید چه کار کنم، الان تو چه وضعیتی هم و
امروز قدم من چیه و تصمیم گرفتم شاگردی عیسی رو کنم. تصمیم گرفتم یک نه فقط یک مسیحی باشم، نه فقط این اسم مسیحیت رو با خودم بکشم، تصمیم گرفتم شاگرد عیسی باشم. آمین آمین. من کامنت ها رو هم باز میکنم که اگه عزیزان در این پرستش تصمیم خود را گرفته عیسی از به تویم، صلیب خود را برداشته نفسم را انکار کرده، رویت را خواهم، نامت را خوانم، عیسی از پیت آیم، رویت را خواهم، نامت را خوانم، عیسی از پیت آیم، عیسی از پیت آیم. تصمیم خود را گرفته عیسی از پیت آیم، صلیب خود را برداشته نفسم را انکار کرده، رویت را خواهم، نامت را خوانم، عیسی از پیت آیم، عیسی از پیت آیم، عیسی از پیت آیم. مرا احیا کن، مرا در برگی، مرا قوت بخش ای روح القدس، مرا احیا کن ای پدر، مرا احیا کن ای عیسی، مرا قوت بخش ای روح. مرا احیا کن، مرا احیا کن عیسی، مرا احیا کن. آمین 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 آمین. شکر، شکر برای وجود مبارکتون واقعا. yes. که هم با کلامتون با شهادت هم با هنرتون امروز به ما خدا جلال دادید. مرسی برادر خوبم، یک دنیا تشکر واقعا که این زمان رو به ما دادید، دعوت ما رو پذیرفتید و واقعا برای من افتخار بزرگی بود. شما برادر گلم واقعا تاج فخر من هستین و بهتون افتخار میکنم. فدای تو بشم، این برای من هم افتخار بود اینجا در کنار شما بودم. نیلوفرم خیلی سلامتون رو میرسونه و منم برای همگی اینجا یه قلب فرستادم، برای همه شمایی که اینجا بودین، گوش کردین، احترام گذاشتین و ممنونم واقعا. مرسی سینا جان از دعوتت، از اینکه من رو به عنوان واعظ، به عنوان معلم معرفی کردی. اینا همش برای من واقعا افتخار هست و واقعا لطف تو هست. من به هیچ وجه در این جایگاه نیستم، خودم رو نمیدونم و به خاطر این میگم خودم رو نمیدونم، چون اعلام میکنم به زندگی خودم که خیلی 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 زیاد جا داره که شخصیت من در مسیح شکل بگیره و میخوام بیشتر عیسی رو بشناسم، میخوام بیشتر عیسی و نیروی نجات بخشش رو بشناسم و هر روز در زندگیم تبدیل بشم. باشه که این دعای تک تک ما باشه در زندگی مسیحیم. آمین و آمین آمین. خدا شکر بر قلب فروتنتون. خیلی عزیز هستین برادر ورش عزیز، با امید یک فرصت دیگه ای که بتونیم با هم دیگه مشارکت دیگه داشته باشیم. شما رو به دستان خدا میسپارم، همینطور تمام عزیزانی که با ما همراه بودن در طول این لایو و ممکنه بعدها ذخیره شده این لایو رو ببینن.
برای شما عزیزانم از خداوند واقعا آرامش، تندرستی و امنیت و شادی میطلبم. در دستان خداوند باشید همگی، شبتون خوش. میبوسمتون. خدا نگهدار. شما هم بخیر. خدا حفظ شما و خدا حفظ خدا نگهدار. مرسی.